برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن آیات است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی های شاگرد عیسی مسیح است و آن را به اتفاق هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا این برنامه را ضبط کنید. در این مجموعه سوم خداوند پنج نکته را که در پیغام انجیل مهم هستند به ما تعلیم می دهد که عبارتند از درک طبیعت گناه دانستن اینکه داوری مجازاتی برای گناه است ایمان آوردن به ضرورت کفاره گناه درک اینکه نجات هدیه خداست و باید شخصا عیسی را در زندگی خود پذیرفت عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است یک شاگرد شخصا عیسی را در زندگی خود میپذیرد نکته یک تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس آیه جدیدی که بر آن تعمق می کنیم و آن را حفظ می یوحنا فصل یک آیه دوازده می باشد ما از یکدیگر سوال هایی می پرسیم تا به ما کمک کند بر حقایق مکتوب کتاب مقدس تعمق کنیم اجازه دهید یوحنا فصل یک آیه نه الی سیزده را بخوانم یوحنا فصل یک آیه نه آن نور حقیقی که بر هر انسانی روشنایی می افکند به راستی به جهان می آمد. او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد. اما جهان او را نشناخت ولی قوم خودش او را نپذیرفتند. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد آنان که نه با زادنی بشری نه از خواهش تن و نه از خواسته یک مرد بلکه از خدا زاده شدند آیه حفظی این است نجات به وسیله ایمان یوحنا فصل یک آیه دوازده اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد یوحنا فصل یک آیه دوازده اول نجات جهانی نیست یوحنا فصل یک آیه نه میگوید آن نور حقیقی که بر هر انسانی روشنایی میافکند به راستی به جهان میآمد آیا این آیه به این معناست که تک تک افراد جهان این تنویر روحانی را مییابند آیا این آیه میگوید همه نجات خواهند یافت؟ به این آیه باید با دقت توجه کرد. دو دیدگاه کلی در این مورد وجود دارد. دیدگاه اول میگوید تنویر به نجات میانجامد. بر طبق این دیدگاه مسیح آمد تا به معنای واقعی کلمه به تمام انسانهایی که در این جهان زندگی می کنند بدون هیچ استثنایی نور دهد و تنویر روحانی ببخشد کسانی که این دیدگاه را دارند معتقدند همه نجات خواهند یافت آنها دیدگاه خود را بر اساس این قسمت های کتاب مقدس می دانند یک اول تیموتائوس فصل دو آیه چهار که می گوید زیرا او مشتاق است که همه مردم نجات یابند و به این حقیقت پی ببرند دو اول تیموتائوس فصل چهار آیه ده که میگوید ما سخت تلاش میکنیم و زحمت میکشیم تا مردم به این حقیقت ایمان بیاورند زیرا امید ما به خدای زنده است که نجات دهنده همه میباشد خصوصا آنانی که راه نجات او را پذیرفتند سوم تیتوس فصل دو آیه یازده که میگوید هدیه رایگان خدا که همانان نجات واقعی است اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد و چهار دوم پتروس فصل سه آیه نه که میگوید خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضی ها گمان می کنند تحمل نمی کند بلکه با صبر شما را تحمل می نماید زیرا نمی خواهد کسی نابود شود بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند. به خاطر کم بوده وقت نمیتوان این پنج آیه را امروز توضیح داد. با این وجود مطالعه آنها در زمینه آن نشان میدهد هیچ کدام آنها نجات جهانی را تایید نمی کنند. دیدگاه نجات جهانی اشتباه است. دیدگاه دوم میگوید تنویر ضرورتا به نجات نمی انجامد. این دیدگاه درست است. بر طبق این دیدگاه مسیح آمد تا به همه نور دهد و تنویر ببخشد به همه کسانی که انجیل را میشنوند مسیح به کسانی که پیغام نجات را میشنود اندازه ای از درک روحانی میبخشد اما بسیاری از کسانی که انجیل را میشنوند عکس عمل مشتاقانه ای نشان نمی دهند بسیاری که این نور را میبینند تاریکی را ترجیح می دهند آنها وارد این نور نمی شوند. عیسی با این هدف آمد تا مردم را از تاریکی نجات ببخشد. در یوحنا فصل دوازده آیه چهل و شیش ایسا می گوید من مثل نوری آمدم تا در این دنیای تاریک بدرخشم تا تمام کسانی که به من ایمان میآورند در تاریکی سرگردان نشوند. با این وجود بسیاری وارد این نور می شوند. یوحنا فصل سه آیه الابیست میگوید محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند چون اعمال و رفتارشان بد است تفسیر صحیح این است که عیسی به انسانها نور میبخشد ولی این ضرورتا به نجات مشخص نمی انجامد در زمینه این آیه هم قبل و هم بعد از آن به گروه بزرگی اشاره می کند که مسیح به نزدان آنها آمد و گروه کوچکی که او را پذیرفتند در یوحنا فصل یک آیه چهار الا پنج عیسی مسیح نور انسانها بود با این وجود کسانی که در تاریکی بودند او را درک نکردند و او را به دست نیاوردند و در یوحنا فصل یک آیه ده الا دوازده عیسی مسیح به جهان و نزد قوم اسرائیل آمد و او این حق فرزند خدا شدن را تنها به کسانی بخشید که او را پذیرفتند. این تعلیم که تنویر روحانی ضرورتا به نجات نمی انجامد در ابرانیان فصل 6 آیه 4 اله 8 هم تکرار می شود. در آنجا از همان فعل نور بخشیدن یا روشن نمودن استفاده می شود و میگوید هیچ انسانی نمیتواند تواند کسانی را که زمانی نور وارد زندگیشان شده بود ولی بعد از آن برگشتند را دوباره به توبه بیاورد. نتیجه گیری. زمینه متن در یوحنا فصل یک و تعالیم موازی در عهد جدید به روشنی به ما یاد می دهد. تنویری روحانی وجود دارد که ضرورتا به نجات نمی انجامد. ایسای مسیح آمد تا در امور روحانی به کسانی که انجیر را می شنوند نور ببخشد. اما فقط کسانی که وارد نور میشوند نجات مییابند انجیل یوحنا نجات جهانی را تعلیم نمی دهد بلکه از کفاره محدود صحبت می کند همه نجات نمی آبند. اما بر اساس یوحنا فصل ده آیه 28 کسانی که نجات می آبند در نجات خود باقی میمانند. دوم نجات را بایستی پذیرفت یعنی به آن ایمان آورد یوحنا فصل یک آیه دوازه میگوید، اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد در حالی که جهان و نژاد یهود نجاد دهنده ایسای مسیح را رد کردند افرادی از یهود و غیر یهود او را پذیرفتند اصطلاح به همه مترادف هر که در یوحنا فصل 3 آیه 16 می باشد. یهود یا غیر یهود بودن اهمیتی ندارد. از این پس مردم بزرگترین هدیه روحانی یعنی نجات را بدون توجه به ملیت یا شایستگی خود دریافت می کنند. برای اینکه یک نفر نجات پیدا کند باید چه بکند؟ برای این نجات یافتن شخص باید ایسای مسیر را بپذیرد آیه دوازده در فصل اول چندین قسمت موازی دارد یک آیه پنج میگوید این نور در تاریکی میدرخشد اما تاریکی آن را در نیافته است ترجمه لفظی این آیه از زبان اصلی این است اما تاریکی نور را از آن خود نساخت برای نجات یافتن باید آن فرد عیسی مسیح یعنی نور را از آن خود سازد. دوم، آیه ده می گوید او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد. اما جهان او را نشناخت. معنی این آیه در زبان اصلی این است. اما جهان او را تصدیق نکرد. برای نجات یافتن شخص باید ایسای مسیح را در قلب خود تصدیق کند. سه آیه یازده میگوید به سرزمین خیش آمد ولی قوم خودش او را نپذیرفتند. معنای لفظی این آیه می شود اما قوم خودش به او خوش آمد نگفتند. برای نجات یافتن شخص باید به ایسای مسیح در زندگی خودش خوش آمد بگوید. چهار آیه دوازده می گوید اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد برای نجات یافتن شخص باید به اسم عیسی مسیح ایمان بیاورد به نام عیسی مسیح ایمان آوردن یعنی چه ایمان آوردن به نام عیسی مسیح یعنی ایمان آوردن به عیسی مسیح آنچنان که او خود را به عنوان نجات دهنده در کتاب مقدس آشکار می کند. ما نباید به همان شکل که کتاب های مذاهب دیگر یا نوشتجات دنیاوی ایسا را نشان می دهند به او ایمان داشته باشیم. ایسای مسیح دشمنان دیگری دارد و آنها به سختی تلاش می کنند تا مردم را از کتاب مقدس دور کنند. چون تنها آنچه کتاب مقدس درباره عیسی مسیح میگوید حقیقت دارد ما نباید به عیسی یا انجیل متفاوتی ایمان آوریم. ایمان آوردن به نام عیسی مسیح، یعنی ایمان آوردن به عیسی مسیح آنچنان که او خود را در کتاب مقدس آشکار کرد. و همچنین یعنی ایمان آوردن به شایستگی او بدین معنا که ایمان آوردن به مرگ او بر روی صلیب فدیه کامل برای گناهان است. سوم نجات شخص را فرزند خدا میسازد. به کسی حق فرزند خدا شدن را عطا کردن یعنی چه؟ یهودیان اغلب به حقوق مروسی خود افتخار می و خود را فرزند ابراهیم مینامند. اما کتاب مقدس به روشنی تعلیم می دهد که نسل طبیع ابراهیم فرزندان خدا نیستند. تنها کسانی که عیسی مسیح را در زندگی و قلبشان میپذیرند این حق را مییابند تا فرزندان خدا گردند کسانی که عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود میپذیرند نه تنها فرزندان حقیقی ابراهیم میگردند بلکه فرزندان راستین خدا هم میگردند یوحنای رسول در اول یوحنا فصل 3 آیه یک می نویسد ببینید خدای پدر چقدر ما را دوست می دارد که ما را فرزندان خود خوانده است و همینطور نیز هستیم. اما مردم دنیا این مطلب را درک نمی کنند زیرا خدا را آنطور که هست نمیشناسند. فرزند خدا شدن یعنی چه؟ پولس برای توصیف ایمانداران به عنوان فرزندان خدا از دو کلمه متفاوت استفاده می کند. او در افسوسیان فصل یک آیه 5 کلمه پسران و در رومیان فصل هشت آیه شونزده کلمه فرزندان را استفاده می کند. یک ایماندار به ایسای مسیح از طریق فرزند خاندگی پسر خدا می شود و با تولد تازه یک فرزند می گردد. برای پولس رسول و یوحنای رسول نجات تولد تازه می باشد. برای نجات یافتن مردم نباید فقط مذهبی را بپذیرند بلکه باید تغییر کنند آنها باید تولد تازه بیابند آنها باید قلبی جدید و طبیعت روحانی جدیدی پیدا کنند نجات در کتاب مقدس به معنی دوباره متولد شدن و شخص جدیدی گشتن است نجات در کتاب مقدس بدون دریافت روح القدس در قلب، ذهن و جسمتان ممکن نمی باشد. نجات در کتاب مقدس وقتی شما از خدا متولد می شوید و شروع به تغییر به سمت شبیه خدا شدن می کنید رخ می دهد. نجات در کتاب مقدس نجات دقیقا از لحظه که شما ایسای مسیح یا روح ایسای مسیح را در زندگی و قلب خود می پذیرید شروع می شود. از همان لحظه حیات از خدا وارد روح و جسم شما می شود و شما فرزند خدا می شوید. یوحنا فصل یک آیه دوازده الی سیزده می گوید که افرادی که عیسای مسیح را دریافت می کنند فرزندان خدا می گردند. این اشخاص تولدی نو یافتند. نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود یوحنای رسول تعلیم می دهد که فرزندان حقیقی خدا تولد تازه خود را تنها مدیون خدا هستند نه به خون که نشانه نسل طبیعی است مثل از نسل ابراهیم بودند نه به خواهش جسم که نشانه آرزو یا اشتیاق جنسی یک مرد و یک زن است و نه به خواهش انسان یعنی آرزو و یا انتخاب آزاد یا تصمیم یک مرد یا زن یوحنای رسول تعلیم می دهد که ایمانداران به عیسی مسیح تولد تازه خود را فقط به خدا مدیون هستند. پس هیچ ایمانداری زندگی تازه یا موقعیت جدید خود را در حضور خدا از بابت امور جسمانی، زیستی یا انسانی به دست نمی آورد. آنطوری که نیقودیموس و اکثر یهودیان باور داشتند. چرا او به جای فرزند خدا بودن میگوید فرزند خدا شدن طبق یوحنا فصل یک آیه 13 وقتی یک نفر از روح القدس دوباره متولد می شود فرزند خدا می گردد طبق اول یوحنا فصل 5 آیه یک وقتی یک نفر ایمان می آورد که عیسی مسیح می باشد تولد تازه از سوی خدا می آورد. بنابراین آن فرد از همان لحظه ای که حیات خدا وارد زندگی او می شود فرزند خدا شده و وارد ملکوت او می گردد. وقتی یوحنا فصل یک آیه دوازده می گوید شخصی که ایسای مسیح را در قلب خود می پذیرد این حق را می یابد تا فرزند خدا گردد منظورش این نیست که او در آینده فرزند خدا می شود از همان لحظه ای که شما به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان می آورید، از همان لحظه ای که عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود می شما تغییر می کنید و به معنای واقعی کلمه فرزند خدا می شوید. خدا به شما تولدی تازه می دهد و احیا می شوید و عادل شمرده می شوید. یعنی خدا شما را در نزد خود صد درصد عادل اعلام می کند. و از این پس او با شما چون شخصی که صد درصد عادل است رفتار می کند اما خدا به شما چیزی بیش از این می بخشد. خدا به شما این حق را می دهد تا باور کنید که در آینده شما به معنای واقعی کلمه و به طور کامل فرزند خدا می شوید. یعنی با روحی کاملا تقدیس شده و جسمی متبدل شده فرزند خدا می گردید. نجات در کتاب مقدس تنها لحظه ای در یک تاریخ نیست. نجات در کتاب مقدس مرحله ای است که وقتی شما به عیسی مسیح ایمان می آورید شروع می شود. و وقتی روحتان کاملا تقدیس شده و جسمتان از بین مردگان برخاست و کاملا متبدل شد کامل می گردد. بنابراین درک عمیقتر هدف فرزند خدا شدن در آینده یعنی در بازگشت ثانوی مسیح تحقق می‌یابد. در طی زندگیتان به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح شما تقدیس می‌شوید و مداوما متبدل می‌شوید تا بیشتر و بیشتر در مقام خود قرار بگیرید. تنها در آمدن ثانوی مسیح شما از ناپاکی‌ها آزاد می‌شوید. و زندگی، قدوسیت و محبت او به طور کامل در شما متجلی می گردد. رسول به درستی در اول یوحنا فصل سه آیه دو الاسه می گوید بلی عزیزان ما اکنون حقیقتا فرزندان خدا هستیم. گرچه هنوز نمیدانیم در آینده چگونه خواهیم بود اما این را به یقین میدانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد چون او را همان گونه که هست خواهیم دید هر که به این حقیقت ایمان دارد میکوشد تا پاک بماند زیرا که مسیح نیز پاک است نتیجه تبدیل به فرزند خدا شدن عملی هم لحظه‌ای و هم تدریجی از سوی خداست ما ایمانداران در همان لحظه که خدا وارد وجود ما می شود فرزندان خدا می گردیم. اما این تبدیل در آینده و وقتی ما عیسی مسیح را رو در رو ببینیم کامل می گردد. به خاطر همین است که پولس رسول عبارت فرزند خدا شدن را به جای فرزندان خدا بودن استفاده می کند. نکته دو حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس یک آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در دفترچه یادداشتتان بنویسید. عنوان امروز نجات به وسیله ایمان می باشد و مرجع ما یوحنا فصل یک آیه دوازده است. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم. نجات, به وسیله, به وسیله ایمان یوحنا فصل یک آیه دوازده اما به همه, همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد نجات به وسیله ایمان یوحنا فصل یک آیه دوازده اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد نجات به وسیله ایمان یوحنا فصل یک آیه دوازده اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد یوحنا فصل, فصل یک آیه, آیه دوازده نجات به وسیله ایمان یوحنا فصل یک آیه دوازده اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد یوحنا فصل یک آیه دوازده بیایید بدون نگاه کردن به دفتر یادداشت خود پنج آیه آخری را که حفظ کردیم را مرور کنیم. مجموعه زندگی تازه در مسیح آیه پنج و مجموعه انجیل آیات یک الا چهار. شاهد بودن متا فصل ده آیه سی و دو. اگر کسی نزد من اعتراف کند که به من ایمان دارد من نیز از او نزد پدر آسمانی خود تعریف خواهم نمود. متا فصل ده آیه سی و دو ماهیت گناه رومیان فصل سه آیه بیست و سه زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است رومیان فصل سه آیه بیست و سه مجازات گناه جامعه فصل دوازده آیه چارده خدا هر عمل خوب یا بد ما را حتی اگر در خفا نیز انجام شود داوری خواهد کرد جامعه فصل دوازده آیه چارده کفاره گناه رومیان فصل پنج آیه هشت اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود رومیان فصل پنج آیه هشت نجات یک هدیه است افسوسیان فصل دو آیه هشت الانو زیرا که به سبب فیض خداست که نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه هدیه خداست این نجات نتیجه اعمال شما نیست پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد افسوسیان فصل دو آیه هشت الانو تکلیف برای هفته آینده اول مرور روزانه پنج آیه آخر که حفظ کردید به مدت پنج هفته دوم کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www. مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم. W W W. D O T A. N E T. سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید. Us, take امیدواریم این دروس باعث تشریح و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersion at gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیو جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.